یکی از جنجالی ترین تنش های علمی بشر تا کنون که به جنگ جریان ها معروفه، بین دو نابغه شناخته شده توماس ادیسون و نیکولای تسلا اتفاق افتاده. رقابتی که روند رشد تکنولوژی رو تغییر داد و حتی الان برق خونه های ما شاید نتیجه این رقابت باشه. در اون زمان هنوز شبکه برق سراسری شکل نگرفته بود و دولت آمریکا از متخصصین خواسته بود تا یک استاندارد واحد برای اون تعیین کنن. هر کسی موفق میشد طرح بهتری ارائه کنه، با اون قرارداد بزرگی بسته میشد و در کل پای پول زیادی در میون بود. ادیسون سیستمی رو ابداع کرده بود که نیروی الکتریسیته رو به شکل جریان مستقیم یا DC تولید و توزیع میکرد. اما ایده تسلا ایجاد سیستمی بود که برق رو به شکل جریان متناوب AC تولید و توزیع کنه. تسلا ابتدا در شرکت ادیسون مشغول به کار شد. توماس ادیسون به تسلا $50,000 پیشنهاد داد تا ژنراتورهای برقش رو بهسازی کنه. تسلا کارخونه برق ادیسون رو ارتقا داد، اما ادیسون پولی به تسلا نداد و گفت که با تو شوخی کردم. سر همین ماجرا تسلا دیگه با ادیسون همکاری نکرد. در اون زمان ادیسون با یک مسئله مهم دست و پنجه نرم می‌کرد. مشکل این بود که جریان برق مستقیم یک روش کارآمد و بهینه برای انتقال نبود و تنها برای مسافت‌های کوتاه کارایی داشت. استفاده از برق مستقیم برای مسافت‌های بلند باعث افت ولتاژ و ضعف جریان می‌شد. برای جبران این ناکارآمدی ادیسون مجبور بود در فواصل کوتاه کارخانه های برق بسازه. این یعنی صرف کردن هزینه زیاد برای تولید برق مردم آمریکا. ایده تسلا این بود که الکتریسیته تولید شده در نیروگاه ها رو به ولتاژ بالا برسونه و اونها رو تقریبا بدون هیچ گونه اتلاف انرژی به فاصله های دور ببره. زمانی که برق به مقصد می رسید، با استفاده از ترانسفورماتورا می شد اونو به آسون یا ارزونی در ولتاژ متوسط و پایین توزیع کرد. این سیستمیه که امروزه نیز از اون استفاده می شه و برق از نیروگاه ها به خونه ما می رسید. در سال 1886 ایده تسلا مورد توجه جورج وستینگ هاوس قرار گرفت. سرمایه گذاری وستینگ هاوس بر روی ژنراتور جریان متناوب تسلا کلید زننده جنگ جریان ها بین ادیسون و تسلا بود. ادیسون متوجه شد که چنانچه جریان برق متناوب تسلا بتونه در نظر همه مردم آمریکا و سرمایه گذاران مورد قبول واقع بشه، باعث ورشکستگی شدیدش خواهد شد. ادیسون به عنوان یک تاجر بانفوذ و ثروتمند با تکنیک های آشنا بود که تسلا از اون بی بهره بود و نمایش تبلیغاتی راه انداخت و اطلاعات غلطی را درباره خطرات جریان متناوب در رسانه ها پخش کرد. در ترسناک ترین نوع این تبلیغات، ادیسون برای نشون دادن خطرات جریان AC یک فیلو با استفاده از جریان الکتریسیته AC از پای درآورد و نخستین صندلی الکتریکی را برای اعدام متهمین ساخت. هدف از این کارها گسترش وحشت درباره عواقب برق رسانی به کشور به وسیله جریان متناوب بود. سرانجام در سال 1893 تسلا و وستینگ هاوس یک قرارداد با دولت ایالات متحده منعقد کردند. دولت اونها رو موظف کرد که یک نیروگاه تولید برق متناوب AC در کنار آبشار نیاگارا بسازند. در همون سال وستینگ هاوس تونست یک قرارداد دیگه با دولت ببنده که برق مورد نیاز نمایشگاه بین المللی شیکاگو رو تأمین کنه. حالا همه دیگه میدونستن که جریان برق AC تسلا بسیار کارآمدتر و بهتر از جریان برق DC ادیسونه. در نهایت جنگ جریان ها پایان یافت و تسلا پیروز شد.